سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام اینجا کوکتله و امروز اومدیم با یه رپ حواشی دیگه و میخواییم بررسی کنیم حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیز یادتون باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگه قبلا ساب کردید، نگاه کنید که هنوز ساب باشید و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردیدم دیسلایک کنید و دلیل اینکه حال نکردید و بنویسید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. قبل از هر چیزی ما چنل دوم زدیم و اونجا میخوایم خیلی کارهای دیگه بکنیم، از قبیل بازی کردن با رپ کنا و میخوایم به هر حال یه سری گیم پلی و اینا درست کنیم و خیلی برنامه‌های غیر رپی دیگه حتما اونجا میذاریم. و دمتون گرم، تا الان هزار و بیشتر از 1100 نفر سابسکرایب کردم و یوتیوب دمش گرم 1000 تا شو پاک کرده. حتما برید چک کنید که ساب باشید و اگه نرفتید ساب کنید، ساب کنید که قراره کلی کارا بکنیم و انرژی رو به ما بدین که اونجا سورپرایز باحالی واسهتون داریم که بتری کنیم دور هم دیگه. خب اول از همه چند روز پیش سوال که منیجر خشیار اسار هست یا همون کچی بیت یه استوری به این شکل گذاشته، نوشت یه فکری به حال خودتون بکنید چون قراره 13 تا هیت بیاد که اشاره به آلبوم داره که 13 تا ترک داره و خیلی از رپ کنا توش هستن. امیرعلی ایتو در واکنش به استوری های سیامک جنجالی که 11 دقیقه بود و در ویدیو قبلی بهش پرداختیم توییت هایی رو گذاشته، اشاره کرد که خب بعد چند سال اومده معلوم نیست صرف حسابش چیه و به همه داره تهمت میزنه و دوچار بحران میان سالگیه. توییتاشو با هم میبینیم. خب دیدیم توییت های امیرعلی ایتو، خب انتقادایی که میکنه خیلی های دیگه هم دارن میکنن که میگن آقا خیلی وقت نبودی و الان اومدی داری با این توییت ها این حرفا رو میزنی و این داستانا به هر حال یه موجی رو راه انداخته. حالا ببینیم تا این داستان چی میشه. خب سیامک هم دیگه خیلی ها میدونن دیگه تو آهنگ سازی و میکس و مستر و اینا همونجوری که تو توییت امیرعلی هم دیدین کارش خوبه. حالا بعد ببینیم در آینده آیا کار خفنی میکنه یا نه. آقا شاعر میگه این همه نفت دارین بگو چرا وضع ما اینه، چرا بابا میاد خونه شب و سر پایینه. خب این استوری که دیدین مربوط میشد به سامبوی که چند وقت هم داره سیجل رو مسخره میکنه، هم به هر حال بچهای زد بازی و این استوری هم که دیدید یه جوری داشت مسخره میکرد سهراب ام جی. اما داستان این چیه؟ برگردیم به چند روز پیش. چند روز پیش یه استوری رو گذاشت امین منیجر سهراب ام جی و سامو ویلسون که توش یه نفر بود از طرف سامبو که میگفت آقا میخوام پول بدم برای اینکه کار منو شیر کنید و این داستان. تو لایوی که خود امین داشت وقتی ازش پرسیدم داستان چیه، گفت سامبو اومده بود به ما میگفتش آقا من پول میدم کار منو تو استوری پخش کنید، اما ما قبول نکردیم، گفتیم پولم بدیم ما این کارو نمیکنیم. بعد از اون شروع کرده به تمسخر ما. حالا نمیدونم داستان واقعا این هست یا نه، ولی اگه این حالا هر چی از داستان، به نظرم این کارهای سامبوی که اومده و داره مسخره میکنه و اینا قشنگ نیست و میتونه حتی به ضررش تموم شه. بهتره که به جای این کارا ترک بدین، برین ترک بدین و ما عشق کنیم.
یه چند روزی هست یه سری حواشی هست که میگن علی قاف به این دلیل به اون دلیل دستگیر شده و تو زندان و این حواشی داره میپیچه خیلی. اما امروز علی قاف یه استوری گذاشت به این شکل و توش نوشت دختر آرنولد پوشک و جر داد که برمیگرده با آهنگ فوش ورس سوممون. حالا این یا برای این بوده که آقا این حواشی رو نقض کنه بگه آقا ما زندان نیستم و هستم و این داستانا، یا اینکه نشانگر اینه که شاید قراره یه آهنگ بده و منظورش هم از همون تیکه این باشه. حالا باید ببینیم چی میشه داستان. بچه ها زندگیتون رو انقدر با کارهای خوب پر کنید که جا واسه کارهای بد و انرژی منفی نمونه. استوری دیدی در پارسالی که این چند وقته خیلی فعاله و هی خبر از مگا هیت میده و این استوریش خیلی باحال بود، گفتم بذارم که انرژی مثبت بده به مخاطبا و به هر حال اونا رو به یه سمت خوبی سوق بده باحاله. اما یه داستانی که هست خیلی عجیب غریبه اونم اینه که نسیم از گروه زد بازی یا از اعضای سابق زد بازی میشه گفت یه استوری گذاشت به این شکل و داشت حمایت میکرد از ترک مگا هیت و نمیشه بود سه روز دیگه که خب این ترک همونجور که میدونیم لیست خلصه و علیرضا جی جی به احتمال خیلی زیاد و نسیم اونو شیر کرده که نشون میده این داستان خیلی کشدار اصلا این داستان عجیب غریبی داره میشه. حالا شاید همون سپرایزه که پارسالیب میگفت نسیم باشه، شاید حتی نسیم رو تو مگاهیت داشته باشیم هیچی معلوم نیست. اما این استوری که نسیم گذاشت نمیدونم شاید اصلا ذهنها رو به این سمت بره که شاید دیگه نسیم با زدبازی کار نکنه. رضا پیشرو در جواب توییت یکی از طرفداراش که گفته بود با هیچ کس کار بدیم اینجوری نوشت و گفتش که من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که گفتم بیاد توی برحال آلمان پرواز، اما گفته که نمیرسم و گفته که من دوست دارم باشه از خدامه باشه اما به خاطر مشغله هایی که داریم جفتمون سخته و نوشت در آخر به امید روزی که همه خوبا در کنار هم باشن. خب این بود از رپ حواشی امروز. اما اینو بهتون بگم که یه مسابقه خفن گرفتیم همونجوری که خیلیاتون گفته بودید با پوتک مسابقه کن توی نظرسنجی که گذاشتیم مصاحبه گرفتیم داره کاراش میشه به زودی پخش میشه و امیدوارم که حال کنید. اما حتما بنویسید بعد پوتک دوست دارید ما با چه شخصی مصاحبه کنیم و بیاد و به هر حال شما لذت ببرید و عشق کنید. دوباره میخوام بگم که چنل دو رو زدیم حتما برید حمایت کنید، کلی برنامه خفن داریم، حتما اونو ساواش زود ببرید بالا که کلی کار داریم. و اینکه ما یه زمانی بود خیلی‌ها میگفتن که آقا ریمیت بساز که بتونیم دونیت کنیم، یه مدت ساختیم اما پیشو نگرفتیم ولی دوباره دیدیم تقاضا بالاست، باز ریمیتو ساختیم و به هر حال اکانتش رو آوردیم بالا، یعنی شارژش کردیم و میتونید دونیت کنید. لینک ریمیت توی هم اباوت هست هم توی دیسکریپشن چنل و همچنین کانال تلگرام و اینستاگرام، چون خیلی ها میان میگن آقا لینک اینستاگرامتو بده، هست اون زیر عزیزان دل بزنید ببینید و اگه میخواهید فالو کنید و دمتون گرم حال بدید. خب این بود از رپ حواشی، صحبت دیگه باقی نمیمونه، امیدوارم که همیشه توپ خوب عالی و بم باشید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.